سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز خبرگزاری های ایران امروز خبر دادند علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز دوشنبه تحت عمل جراحی قرار گرفته است دلیل این جراحی آرزه پروستات عنوان شده است تلویزیون دولتی ایران خبر داده این عمل در یکی از بیمارستان های دولتی انجام شده و با موفقیت به پایان رسیده است علی رضا مرندی رئیس تیم پزشکی رهبر ایران به شبکه خبر گفته این عمل بدون بیهوشی و با بیهسی موزعی انجام شده و وضعیت رهبر ایران کاملا طبیعی است آیت الله خامنه ای 75 سال دارد و بیش از 25 سال است که بعد از مرگ روح الله خمینی رهبری ایران را به عهده دارد امید علی شناس فعال مدنی و آرش صادقی فعال سیاسی همسرش گلرخ ابراهیمی نوید کامرانی و آرش موساوند بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. در خبر دیگر روزنامه اعتماد گزارش داد عبدالله منصوری 69 ساله که در سال 2006 به اتهام محاربه بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده بود آزاد شده است. حکم آقای منصوری بعدها به 15 سال زندان کاهش یافته بود. عبدالله منصوری همچنین متهم بود که در جریان جنگ عراق علیه ایران به عراقی ها کمک کرده است. فرزند وی ضمن تایید خبر آزادی پدرش گفت علت آزادی زود هنگام وی را نمیداند اما در ایران متداول است که زندانیان به دلیل رفتار مناسب در دوران حبس زودتر از زندان آزاد می شوند. عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران اعلام کرده هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری برای صرف جوئی در هزینه ها تصمیم گرفته انتخابات این هیئت را برگزار نکند گفته می شود علت برگزار نشدن انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان حراس از حضور اکبر هاشمی رفسنجانی و رأی آوردن او به عنوان رئیس مجلس خبرگان باشد بر اساس برخی اخبار غیر رسمی قرار است اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات آتی مجلس خبرگان رد صلاحیت شود علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسئولان حج گفته است ما قصد سیطره بر دنیا نداریم و میخواهیم ظلم را رفع کنیم به گفته امروز یکی از مهمترین مسائل جهان اسلام تلاش گسترده قدرت های بزرگ برای ایجاد اختلاف میان امت اسلامی است که باید در جهت ایجاد اتحاد و برطرف کردن اختلافات اقدام کرد به جریان داعش را محصول غرب دانست و تصریح کرد غرب میکوشد با این اقدام نگاه ها را از اسرائیل دور کند اخیرا اخباری مبنی بر همکاری ایران و آمریکا برای مقابله با داعش منتشر شده است حسن روحانی در دو سخنرانی جداگانه در مشهد مواضع متناقضی درباره حجاب و فرهنگ اتخاذ کرد در همین حال محمد خاتمی با حمایت از رئیس جمهور گفته حسن روحانی نمیتواند برخی واقعیتها را یک شبه تغییر دهد به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی حسن روحانی که به مشهد سفر کرد در جمع گروهی از ایثارگران این شهر گفته این سرزمین برای حجاب و افت جنگیده و مبارزه کرده است روحانی ساعتی پس از انجام این سخرانی در جمع نخبگان و برگزیدگان حاضر شده و انتقادهای تندی را متوجه برخوردهای فرهنگی اجتماعی و سایبری در جمهوری اسلامی کرده است وی آنکه نامی از گشت ارشاد ببرد گفته با ون و مینووس و پاسبان و سرباز جامعه متعالی نخواهد شد مگر راه عفاف برای بانوان ما ون است راه دیگری نداریم روحانی با انتقاد از اجرای طرح تفکیک جنسیتی هم اظهار کرده ما باید برای ارتقای اخلاق نشاد در جامعه و نحوه رفتار با جوانان جامعه پسر و دختر راه علمی بیابیم مدام میگویند دختر و پسر را جدا کنیم رئیس جمهوری اسلامی در این حال افزوده جامعه ما حجاب و عفاف میخواهد اخلاق و عفاف به نفع همه ماست استحکام خانواده های ما را حفظ می کند و قرآن فلسفه حجاب را امنیت ذکر کرده است روحانی در بخش دیگری از سخنان خود از فیلترینگ در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته بازور نمی شود بیاییم اینجا یا آنجا را ببندیم و خطاب به متولیان فیلترینگ اظهار کرده خب شما فیلتر درست می کنید اون می رود فیلتر شکن درست می کند و با این روش این مسائل حل نخواهد شد چرا که اگر حل می شد تا کنون حل شده بود روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بورسیه های غیر قانونی اشاره کرده و گفته کسانی میخواهند با تقلب استاد فرزندان ما شوند در همین حال محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق گفته است حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نمیتواند این واقعیت ها را یک شبه تغییر دهد آقای خاتمی در دیدار با اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز و علامه تبا طبع گفت ما معتقد بودیم باید فضای امنیتی به فضای سیاسی تبدیل شود و زندانی سیاسی نداشته باشیم و سخیری ها و حسرها برداشته شود اما برخی جریانات هستند که حیات خود را در تداوم این فضای امنیتی می‌بینند. و آقای روحانی هم نمی توانند ها را یک شب عوض کنند. رئیس اسبق جمهوری اسلامی در مجموع دولت روحانی را دولتی موفق نامید و با بیان اینکه عقب گردی در موازه روحانی نمیبیند تصریح کرده است. البته مشکلاتی وجود دارد و در عملکرد همه دولت ها این مشکلات وجود دارد و نمی توان انتظار داشت که دولت بی ایب باشد. محمد خاتمی گفته است ما در انتخابات شرکت نکردیم که دوستان ما روی کار بیایند بلکه نظر ما این بود که روالها و روی نادرست اصلاح شود و به حمدالله دولت و ری جمهوری داریم که روی کرده خوبی دارد. به همچنین با اشاره به ستمهایی که طی سالهای گذشته بر جریان اصلاح طلبی رفته است گفته است استراتژی ما تعامل است تعامل با حاکمیت و حتی جریان های مخالف با حفظ هویت گوش زد من به دوستانی است که با رویکرد تعاملی ایراد و اعتراض دارند این تعامل به معنی توبه از هویت خود نیست محمد خاتمی اضافه کرده هویت ما اسلام خواهی یعنی حاکمیت رأی و رضایت مردم در جامعه است و اگر گفته شود که شرط فعالیت این است که از حق و رأی مردم دفاع نکنید و اگر ظلمی به دانشجو و مردم و استادی رفت سکوت کنید و این پذیرفته شود دیگر این هویت از بین می رود تامل با حفظ هویت را باید مبنای عمل قرار دهیم و امیدوار به رشد جامعه باشیم حسن روحانی با سخنان زد و نقیض خود و خاتمی با حمایت از وی میکوشند وعده های محقق نشده رئیس دولت را در کنار سخیری های محافظ کاران توجیه کنند روحانی در زمان انتخابات وعده های بسیاری در خصوص آزادی های اجتماعی و سیاسی داده بود که اینک نه تنها آن بعدها محقق نشده بلکه سختگیری محافظه کاران و قوه قضایی بر مردم و فعالان سیاسی هم افزایش یافته است. دو فروند نو جنگی ناتو وارد آبهای دریای سیاه شدند تا در رزمایش بین المللی نسیم دریا 2014 شرکت کنند. جمعه گذشته نیز دو فروند ناو جنگی دیگر ناتو از نیروی دریایی فرانسه و آمریکا وارد آبهای منطقه شده بودند. یک منبع آگاه به خبرگزاری ایتارتاس گفته است کشتی های ناتو معمولیت های خود در رزمایش نسیم دریا را طی روزهای هشتم تا دهم ده سپتامبر انجام خواهند داد. همچنین قرار است یک کشتی جنگی ترکیه، یک فروند کشتی جنگی از رومانی و یک فروند قایق گشتی گرجستان نیز در این رزمایش شرکت کنند. سالم جوبوری رئیس پارلمان عراق گفته است پارلمان این کشور امروز دوشنبه به کابینه جدید حیدر عبادی رأی خواهد داد. این احتمال نیز وجود دارد که به دلیل برخی رایزنی ها و مذاکرات بر سر وزارتخانه ها نشست رأی اعتماد به کابینه به تأخیر بیفتد. ترکیب کابینه آقای عبادی هنوز روشن نیست ولی انتظار می روید که وی نمایندگان گروه های مختلف سیاسی، مذهبی و قومی را در دولتش مشارکت داده باشد. در صورتی که کابینه هیدر عبادی نتواند در موعد مقرر از پارلمان عراق رأی اعتماد بگیرد، رئیس جمهوری عراق موظف است تا فرد دیگری را مأمور تشکیل کابینه کند. هیدر عبادی 11 همه اوت از سوی رئیس جمهوری عراق معرفی شد تا جایگزین نوری المالکی شود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تهدید کرد اگر حماس قدرت را در غزه واگذار نکند دولت وحدت ملی را منحل خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها محمود عباس در قاهره هشدار داد نمیتواند وضعیت موجود در غزه را بپذیرد. حماس با تشکیل دولت وحدت ملی در ماه جوان گذشته موافقت کرد اما همچنان از واگذاری اختیاراتش به این دولت خودداری می کند. حماس سخنان محمود عباس را محکوم کرده است. در خبر دیگر رامی حمدالله نخست وزیر دولت وحدت ملی فلسطین گفته است پرداخت دستمزدها به کارکنان حماس مانع همکاری دو طرف است. حماس پیش از موافقت با تشکیل دولت وحدت ملی برای ماها قادر به پرداخت دستمزد کارکنانش در غزه نبود و از پس از توافق خواستار قبول مسئولیت پرداخت دستمزد آنها توسط دولت وحدت ملی است اما هماس در فهرست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد رئیس جمهوری آمریکا در آستانه معرفی استراتژی خود برای مقابله با داعش گفت جمهوری اسلامی اکنون به عنوان مشکل کشورهای سنی منطقه مطرح نیست. جمهوری اسلامی نیز نسبت به بی‌ثباتی تمامی منطقه خاورمیانه به وسیله داعش هشدار داد و همکاری با آمریکا برای مقابله با این گروه تروریستی را ممکن دانست. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به شکلگیری اطلاف منطقی و بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی گفته است برای نخستین بار جمهوری اسلامی مشکل پیش روی کشورهای سنی منطقه نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای که از شبکه ان پخش شد در خصوص اقدامات گروه داعش در منطقه تصریح کرد فکر می کنم شاید برای نخستین بار به طور کاملا واضح مشکل پیش روی کشورهای سنی در منطقه که شماری از آنها متحد ما هستند جمهوری اسلامی نیست و این مسئله شیعی و سنی نیست باراک اوباما همچنین در خصوص راهبر آمریکا در قبال گروه داعش گفت که همکنون اعتلاف جهانی و منطقه‌ای برای مقابله با این گروه شکل گرفته است وی با این حال هر گونه ازام نیرو به عراق و سوریه را رد کرده و گفته است این تصمیم معادل جنگ عراق نخواهد بود به گفته باراک اوباما اقدامات آمریکا شبیه به اقدامات ضد تروریستی این کشور طی 5 سال و 7 سال گذشته خواهد بود وی تصریح کرد ما بخشی از اعتلاف جهانی خواهیم بود که حملات هوایی در حمایت از عملیات زمینی نیروهای عراقی و کردها انجام خواهد داد باراک ما اضافه کرده است که نه کشور پذیرفتند که محور اصلی این اعتلاف باشند. در همین حال، رئیس جمهوری آمریکا گفته است که برنامه دولت خود را برای مقابله با داعش برای شهروندان و قانونگذاران این کشور در هفته جاری بیان خواهد کرد. وی همچنین در خصوص استراتژی آمریکا گفته است میخواهم مردم آمریکا متوجه ماهیت این تهدید شوند بدانند که نحوه رویارویی ما با آن چگونه خواهد بود و اینکه مطمئن باشند که ما می توانیم با آن برخورد کنیم. اوباما همچنین گفت مرحله تازه آغاز شده و اکنون زمان اقدام عملی است. رئیس جمهور آمریکا در پایانم گفت که اطلاعاتی در خصوص تهدید حملات قریب الوقوع گروه خلافت اسلامی در خاک آمریکا در دست نیست. ساعتی پس از سخنان اوباما رئیس جمهوری اسلامی با بیان اینکه ایران به کشورهای منطقه کمک کرده گفت امروز ناامنی و سواتی در کل منطقه معزل بزرگی است. روحانی شامگاه دیشب گفت آتشی که امروز منطقه را فرا گرفته فتنه است که ممکن است دامن دیگران را در خارج از منطقه هم بگیرد. به افزود امیدوار بشویم که این مشکلات را مهار کنیم زیرا ناامنی در منطقه مسئله بسیار مهمی است. رئیس جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه کشور ما با ثبات و امن است خاطر نشان کرد ما به امنیت دیگران هم کمک کرده ایم برخی از مسائل در این شرایط قابل بازگویی نیست ولی شاید در آینده بتوان آن را بیان کرد در همین راستا و ساعاتی قبل از سخنرانی اوباما جمهوری اسلامی هم نسبت به بی‌ثباتی تمامی منطقه خاورمیانه به وسیله داعش هشدار داد خبرگزاری آلمان می نویسد که جمهوری اسلامی همکاری با آمریکا برای مقابله با این گروه تروریستی را ممکن دانسته است. این در حالی است که جمعه گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش بی, بی درباره موافقت جمهوری اسلامی برای همکاری با آمریکا علیه داعش در عراق را رد کرد. مرزی افخم گفت مواضع جمهوری اسلامی در این خصوص پیش از این اعلام شده و خبر مزبور صحت ندارد اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مشهد و در مصاحبه تلویزیونی اشاره کرد به اینکه خطر داعش یک روز متوجه سوریه و روز دیگر متوجه عراق بود و ابزود که ممکن است این خطر متوجه کشورهای دیگر نیز باشد به نظر وزیر خارجه جمهوری اسلامی فهم جدی از میزان خطر داعش هنوز ایجاد نشده و کشورهای دیگر هنوز وارد حرکت جدی نشدند. ظریف در پاسخ به پرسشی درباره همکاری جمهوری اسلامی با آمریکا در مبارزه با داعش هم گفت آمریکایی‌ها تا امروز در این بحث خیلی جدی نبودند. آنها به اشکال مختلف در سوریه از داعش حمایت کردند و اکنون نمی توانند تصمیم بگیرند که با شعارهایی که دادهاند چه کار کنند. ظریف افزود که جمهوری اسلامی از ابتدا متوجه این خطر بوده است. او افزود که ایران توانسته با همکاری عراق مانع از گسترش خطر شود. اما در این زمینه به همکاری بین المللی نیاز است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست مشترک مطبوعاتی با همتای دانمارکی خود نیز در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از آمریکا علیه داعش گفته است ما در زمینه افراطیگری نیاز به حرکت بین المللی داریم و از همه کشورها در این خصوص خواستار ارائه راه جدی هستیم تا بتوانیم این مشکل را ریشکن کنیم برای نابودی داعش صرفا نیاز به ابزار نظامی نداریم در رویدادی دیگر هم نیرو هوایی آمریکا و ارتش سوریه همزمان مواضع گروه دولت اسلامی را بمباران کردند آمریکا از آغاز ماه او چندین بار به شمال عراق حمله هوایی کرده است نیروهای هوایی آمریکا در تازه ترین حملات هم برای نخستین بار به مواضعی در جبهه جدید در قرب عراق حمله کرد. به گفته ارتش آمریکا، هدف این حمله هوایی دفاع از صد حدیثیه در استان الانبار در برابر دولت اسلامی بود. ارتش سوریه نیز به شهرهای رقه و دیر زور حمله کرده است. خبری درباره تعداد کشته شدگان در دست نیست. در رویداد مرتبط دیگری هم وزیران امور خارجه اتحادیه عرب در نشست خود در قاهره اعلام کردند که بر سر اتخاذ همه تدابیر لازم برای مقابله با گروه خلافت اسلامی و همکاری با تلاش های و منطقی برای سرکوبی گروه های شبه نظامی به توافق رسیدند. به گزارش رویترز وزیران خارجی اتحادی عرب در بیانیه خود حمایتشان را از قدنامه ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند آن قدنامه از همه کشورها خواسته بود برای قطع حمایت لوجستیکی نظامی و مالی از جهادی ها در عراق و سوریه اقدام کنند گفتنیست باراک اوباما قرار است چهارشنبه هفته جاری و در روز دهم سپتامبر یعنی یک روز پیش از سالگرد حملات 11 سپتامبر به نیویورک و پنتاگون سخنرانی کند و موازه آمریکا در مقابل داعش را روشن کند در 11 سپتامبر و در حملات اعضای گروه القاعده توسط هواپیماهای ربوده شده به برج های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در حدود سه هزار نفر کشته شدند. خارتوم حمایت از شبه نظامیان درگیر در لیبی را پس از آن تکذیب کرد که نیروهای لیبیایی یک هواپیمای سودانی حامل مهمات را توقیف کردند. به گزارش آسوشیت فرس، دولت لیبی روز گذشته در بیانیه خارتوم را به حمایت از گروه های تروریستی در لیبی و ارسال سلاح متهم کرد. ترابلس این اقدام را ناقض حاکمیت ملی لیبی دانسته است. لیبی از هنگام سرنگونی معمر قذافی در سال 2011 شاهد شدیدترین و گسترده خشونت هاست که طی آن گروه های رقیب با حمایت شبه نظامیان مسلح برای کسب قدرت میجنگند. قرار است امروز دوشنبه اشرف قنی احمد زای در منزل عبدالله عبدالله حضور یافته و با هم گفتگو کنند در این دیدار توافق و عدم توافق مشخص خواهد شد و آقای عبدالله تصمیم نهایی خود را پس از این دیدار اعلام خواهد کرد روز گذشته قرار بود ستاد آقای عبدالله حرف آخر تیم خود در مورد بحران انتخاباتی را اعلام کند اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با هر دو نام زد آنها را به ادامه گفتگوهای سیاسی دعوت کرد سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری آقای عبدالله خاطر نشان کرده اختلاف نظرها همچنان وجود دارد و اگر دو کاندید امروز به تفاهم نرسند امشب آخرین تصمیم خود را اعلام خواهند کرد معترضان به مرگ ده کارگر ساختمانی در استانبول با پلیس ضد شورش درگیر شدند. این کارگران شنبه شب بر اثر سقوط آسانسور در یک کارگاه ساختمانسازی جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش، صدها از اعضای نهادهای مدنی و اتحادیه‌های کارگری ترکیه در اعتراض به مرگ این کارگران تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان شعار میدادند دولت سیاست حمایت از سرمایه دوران و شرکت های نزدیک به خود را دنبال می کند. بر اساس آخرین داده های آمار دولتی ترکیه دو ممیز سده درصد از کارگران این کشور در حین کار دچار می شوند. اما خبر دیگر از ترکیه دولت ترکیه از آمریکا خواستار استرداد فتح الله گلن به ترکیه شد. آنکارا میگوید در رابطه با جماعت گلن اتهامات بسیاری مطرح است. و این کشور تلاشهایش را برای بازگرداندن وی به ترکیه آغاز کرده است. میسان بختیاری خبرنگار ما از ترکیه و جزئیات بیشتر. یکی از وعده که آقای اروغان پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری بارها بر اون تاکید کرده بود مسئله مبارزه با تشکیلات موازی در ترکیه بود منظور از تشکیلات موازی که اخیرا این اصطلاح در ترکیه و در میان محافل سیاسی مطرح میشه مشخصا اشاره به فعالیت های فتولا گولن مبلغ مذهبی ترک است که دولت ترکیه معتقد او و هوادارانش تلاش دارند در ترکیه یک دولت موازی ایجاد بکنند و با نفوذ در دستگاه قضایی و پلیس دولت رو تحت فشار قرار بدن اما مهمترین اتفاقی که در این زمینه پس از انتخاب آقای ערواغان به مقام ریاست جمهوری افتاده دیدار اخیر آقای ערواغان و باراک اوباما هستش در حاشیه اجلاس ناتو و تلاش برای استرداد آقای گلن به ترکیه میدونیم فتولا گلن از سالها پیش و در پی بروز اختلاف با حزب عدالت و توسعه و دوستان قدیمی خودش هم چون آقای ارغان به امریکا مهاجرت کرده اما خب آقای ارغان در این زمینه معتقده که این فرد با تشکیلات مذهبی که در سراسر ترکیه اداره میکنه در تلاش برای براندازی دولت هستش بحث استراد فتولا گلن از اوایل سال جاری از سوی دولت ترکیه مطرح شده موضوعی که در واکنش به اون برخی نمایندگان کنگره امریکا بیشتر گفته بودن این مسئله ارتباطی به دولت امریکا نداره و از نظر حقوقی نیز موضوعیت نداره اما حالا آقای اردوغان مجددا در ملاقات با باراک و با ماری جمهوری امریکا به نگرانی کشورش در این باره و تهدیدات امنیتی که از این بابت میتونه متوجه ترکیه باشه اشاره کرده و صریحا از دولت امریکا خواست استراده فتح الله شده در همین ارتباط شبکه دولتی تیارتی ترکیه به باستاب جزیات این دیدار پراخته و گفته در ملاقات آقای هر روحان با باراک اوباما موضوع ساختارهای موازی در ترکیه مورد بحث و گفتگوی دو طرف قرار گرفته و آقای اردوغان به باراک اوباما گفته که ساختارهای موازی امنیت ملی کشورش رو تهدید میکنه شبکه تیارتی به نقل از آقای اردوغان عنوان میکنه که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در این زمینه خواستار ارائه اسناد و اطلاعات لازم شده آقای ارغان هم در این باره گفته که هر آنچه که در این زمینه در دست داریم به دولت امریکا ارائه خواهیم کرد اما از سوی دیگه آقای داود اغلو نخست وزیر جدید ترکیه در ارتباط با این موضوع گفته که برای اعاده فتولا گلن از سوی امریکا به ترکیه گام های لازم برداشته خواهد شد آقای داود اغلو گفتن تحقیقات و حقوقی از سوی وزارت خارجه به صورت جدی در این زمینه در حال انجام هستش تنش میان دولت پیشین آقای اروان و مجموعه فتولا گلن به ویژه از سال گذشته در پی مطرح شدن پرونده فساد مالی بالا گرفت اتهام فسادی که آقای اروان معتقد سناریایی طراحی شده از سوی جماعت گلن بوده که هدفش کودتا بر علیه دولت او بوده هرچند از آن سو خود فتولا گلن در واقع این موضوع رو رد میکنه و در مصاحبه که پیشتر با روزنامه زمان ترکیه داشته عنوان کرده بوده که آنقدر که رسانه ها به این موضوع دامن میزنن با دولت ترکیه مشکلی نداره حالا اما آقای ارغان میگه اگر به راستی به آن که گلن ادعا میکنه جرمی مرتکب نشده به کشورش برگرده و فعالیت هاش رو در ترکیه انجام بده بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید تا کنون هیچ تحریمی لغو نشده است و تحریم نفت ها هنوز پابرجاست به تصریح کرده تحریم میانات گزی نیز قبلا اعمال میشد آقای زنگنه همچنین واردات گاز از ترکمنستان را تایید و تاکید کرد که این روند ادامه خواهد داشت احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته است فساد در دستگاه های دولتی قوقا می کند و بندبازی، تبعیض و رانت اداری در دستگاه های دولتی رواج یافته است. نماینده مجلس همچنین گفته رؤسای دستگاه های اداری به مسائل تشکیلات تحت نظر خود اشراف ندارند و کارشناسان این دستگاه ها مدیران را دور زده و امور اداری را به دستانداز می اندازند. ایران یکی از فاسدترین نظام های اداری جهان را داراست. مقامات ارشد ایران بارها تاکید کردند فساد سیستماتیک در کشور رایج شده است. خبرگزاری امنیتی فارس در گزارش ویدیویی از وجود مافیایی وابسته به یک جریان سیاسی خاص خبر داده که انحصار قاچاق مشکی را در اختیار دارد این خبرگزاری از قاچاق سالانه 173 میلیون متر چادر مشکی به ایران گزارش داده که برای عوامل پشت پرده آن سود 300 تا 600 درصدی دارد طور که خبرگزاری فارس گزارش کرده ایران سالانه به 220 میلیون متر مربع چادر نیاز دارد که تنها 47 میلیون متر مربع آن به صورت قانونی وارد کشور می شود. سایت اقتصاد نیوز نیز امروز در گزارشی گردش مالی بازار هجاب شامل شال، روسری، مانتو و شلوار در ایران را سالانه دست کم 16 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. به نظر می رسد اقدام این خبرگزاری امنیتی در راستای حذف رقبا از بازار حجاب باشد یک منبع آگاه علت تاخیر در اعلام نتایج پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد را به طول استعلام وزارت اطلاعات از وضعیت داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا اعلام کرد این منبع آگاه به خبرگزاری ایلنا گفته به دلیل حساسیت های به وجود آمده در جریان استیزاه وزیر علوم امسال این استعلام با دقت بیشتری صورت گرفته است به تصریح کرده است بر اساس مصوبه سال 77 شورای عالی انقلاب فرهنگی وضعیت داوطلبانه مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا باید از سوی وزارت اطلاعات استعلام شود در جمهوری اسلامی برای تحصیل در مقاطع بالاتر از کارشناسی گزینش صورت میگیرد و به فعالان سیاسی و منتقدان اجازه ثبت نام داده نمی شود. مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران از نهایی شدن طرحی برای مقابله با ازدواج سفید خبر داد. در ازدواج سفید که اخیرا در ایران رواج یافته، زنان و مردان بدون ازدواج رسمی در یک خانه با یکدیگر زندگی می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر سیاوش شهریور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران از نهایی شدن طرح اطلاعی خانواده پایدار برای مقابله با ازدواج سفید خبر داد و گفت که این طرح بر اساس سیاست های جمعیتی ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی تهیه شده است. سیاوش شهریور گفت که درباره ازدواج سفید در ایران بزرگ نمایی شده و در عین حال یادآور شد که در این باره آماری در اختیار ندارد وی تعداد ازدواج های سفید را محدود و معدود خواند و افسود به این نحوه آشکار و تندی که در رسانه ها با آن پرداخته می شود نیست اما همین میزان محدود هم باید با کار فرهنگی و با رویکرد اجتماعی مقابله شود در ماه های گذشته برخی رسانه های ایران از افزایش ازدواج سفید که به همباشی نیز معروف است و به معنای زندگی زنان و مردان بدون ازدواج رسمی در یک خانه است خبر دادند. روزنامه جهان صنعت 25 مرداد در گزارشی از افزایش همخانگی مجردهای غریبه و زندگی سفید در تهران خبر داده و آن را یک ضرورت اقتصادی موقتی برای گذران زندگی توصیف کرده بود. این در حالی است که قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی سی و مرداد به تغییر سبک زندگی و عرفی شدن این نوع از ازدواج اشاره کرده بود. مرتزامیر میر باغری گفته بود رابطه ثبت نشده و بدون قاعده زن و مرد از گذشته به این شکل وجود داشته است. اما در حال حاضر این موضوع شکل عرفی به خود گرفته ولی هنوز در کشور ما فراگیر نشده است. خبرگزاری ایسنانی 16 تیر ماه در گزارشی نظرات تعدادی از جامعه شناسان درباره ازدواج سفید را منعکس کرده بود. امید علی احمدی جامعه شناس به این خبرگزاری گفته بود که این ازدواج در غرب رایج است و با اصطلاح همباشی نیز شناخته می شود. روزنامه ابتکار نیز 16 اردی بهشت در گزارشی مشکلات مالی، محک زدن رابطه، نداشتن اعتقاد به ازدواج و هزینه بالای مسکن را از جمله دلایل ترجیح ازدواج سفید به ازدواج رسمی ذکر کرده بود. مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران ازدواج سفید را یک نگاه وارداتی خواند و گفت که این ازدواج نمیتواند آرامش و سلامت را برای خانواده های ایرانی به همراه داشته باشد. به همچنین از نهایی شدن طرح اطلاعی خانواده پایدار و ارائه این طرح به شورای برنامه‌ریزی استان تهران خبر داد. به گفته مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران، این طرح بر اساس سیاست های جمعیتی ابلاغ شده آسوی رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش نرخ زاد و بلد، افزایش نرخ ازدواج و بسترسازی برای ازدواج آسان تهیه شده است. در سیاست های کلی جمعیت که سی اردی بهشت سال 1393 توسط رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد، بر کاهش سن ازدواج و افزایش فرزندآوری تاکید شده است. آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این بارها بر افزایش جمعیت ایران تاکید کرده است. به روز پنجشنبه شنبه سیزده شهری بر تاکید کرد که از نظر او افزایش جمعیت موضوعی مهم برای اقتدار ملی است. دولت و مجلس اسلامی پیش از این اقدامات مختلفی برای تشویق جوانان به ازدواج انجام دادند از جمله نمایندگان مجلس چهار شهریور با یک فوریت طرح برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات ازدواج موافقت کردند با وجود این اقدامات مسئولان جمهوری اسلامی همچنان از کاهش آمار ازدواج جوانان ابراز نگرانی می کنند. هفته کوین یکمین جشنواره ونیز شنبه شب ششم سپتامبر در حالی به کار خود پایان داد که جایزه بهترین فیلمنامه فیلم, فیلم جشنواره امسال نصیب رخشان بنی اعتماد و فرید مصطفی برای فیلم قصه ها شد. رخشان بنی اعتماد در این فیلم نگاهی به گذشته دارد و به سراغ شخصیت های فیلم های گذشته خود از جمله روسری آبی، زیر پوست شهر، گیلانه و خارج از محدوده رفته است. این فیلم که اجازه اکران در سینمای ایران را نیافت نمایشش در ونیز با مخالفت تندروها مواجه شد علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسما به این فیلم اعتراض کرد و با انتقاد از فیلمسازانی که عالما و آمدن دست روی نقاط ضعف جامعه میگذارند تاکید کرد باید با این فیلمسازان برخورده بسیار جدی کرد طرح سینما سلام که پیش از این اعلام شده بود به شکل رایگان هر سال برگزار می شود به شکل نیمبه ها در ایران برگزار خواهد شد به گزارش خبرگزاری مهر حبیب ایل بیگی مجری این طرح گفته است پس از اجرایی شدن طرح سینما سلام در سال گذشته آسیب شناسی بسیاری در مورد چگونگی اجرای آن صورت گرفت و شورای سنفی نمایش با اجرای این طرح به شکل رایگان موافق نبود و معتقد بود رایگان بودن سینما باعث بی ارزش این صنعت می شود. به افزوده کنترل افراد در طرح رایگان سینما کار سختی است و برخی از سالن های سینما متحمل هزینه های بسیاری می شود. سال گذشته طرح سینما سلام با هدف آشتی مردم با سینما و ایجاد فرهنگسازی با ارائه بلیت رایگان به مردم اجرا شد. در پی آن در تهران و شهرستان ها مردم با هجوم به سینما ها به برخی از آنها خسارت زدند که در پی این خسارت ها تعدادی از سینما ها منجر به توقف نمایش فیلم شد. هنوز یک هفته از تذکر و هشدار در سحن شورای شهر در مورد افزایش نگران کننده تعداد موشها در تهران و اعلام رقم 50 میلیونی خانواده این جانوران موزی نمیگذرد که خبری دیگر از افزایش غیرعادی نوعی مگس در برخی مناطق تهران از جمله خیابان و میدان فاطمی اشاره دارد که باعث شده مردم این مناطق و حتی رهگذران را کلافه کند روزنامه اعتماد در گزارش نوشته است این مگس ها که به خاطر رنگشان به مگس های سفید معروفند احتمال دارد تبعاتی در حد تهدید پایتخت دوازده میلیونی و مختل شدن زندگی تهرانی ها را در پی داشته باشد به نوشته اعتماد شیوه های غلط مبارزه با این حشرات باعث شده تا این حشرات به شکل غیر مستقیم به تهدید جدی برای انسان بدل شوند. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. از طرف خودم و گروه خبر شب و روز خوبی را برای شما آرزو می کنم.